به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. با درود و مهر خدمت دوستان و همراهان و همه کسانی که به فرهنگ و هنر ایران زمین عشق دارن و برای اون تلاش میکنن. از مرداد 94 ما ضبط مجموعه آموزشی آموزش ستار استاد جلال ذوالفنون جلد یک رو آغاز کردیم و تا روز گذشته یعنی 28 بهمن 1394 این پروژه به اتمام رسید. خوشحالیم که تونستیم اون رو به پایان برسونیم با حضور بسیار از مشکلاتی که در این راه وجود داشت، اما سعی کردیم که با دقت و با تحقیق خوب این کار صورت بگیره و با کیفیت بسیار بالایی بتونه در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیره. لازمه سپاسگزاری خودم رو از تمام دوستان و کسانی که در این دوره با ایمیل ها، نظرات و تلفن ها و حضورشون در آموزشگاه به ما امیدواری دادند و از این کار پشتیبانی کردند و همچنین کسانی که این ویدیوها رو تهیه کردند و خواستن از این راه ما رو حمایت کرده باشن، با اینکه این ویدیوها به طور کامل در شبکه جهانی یوتیوب و همچنین شبکه آپارات وجود داره، ولیکن خواستن با خرید این دیویدی ها از ما حمایت کنند. به هر حال باید توجه داشت که این مجموعه های آموزشی به صورت خصوصی و با بودجه مجموعه آموزشگاه موسیقی فریدونی داره تهیه میشه و هیچ گونه اسپانسر یا حمایت مالی دولتی و غیر دولتی از این مجموعه نمیشه. شخص این جانب این پروژه و پروژه های بعدی رو به عنوان یک پروژه ملی و حتی بین المللی میشناسم و معتقدم که باید این راه رو ادامه داد، نه تنها در مورد موسیقی ایرانی و صرفا ساز تار و ستار، بلکه کلیه سازها، حتی موسیقی مناطق مختلف ایران و همچنین به جز موسیقی در سایر هنرهای ایرانی باید این تحقیقات یا این کارها به صورت عام و فراگیر صورت بگیره تا ما بتونیم هنر و فرهنگ ایرانی رو توسعه بدیم، یک، و دوم این که بتونیم اون رو به جهانیان بشناسیم تا از این طریق جهانیان با نوعی از نگرش به عالم آشنا بشن و بدونند که ایرانی ها از یک فرهنگ متعالی و نگاه متعالی به زندگی و جهان هستی برخوردار هستند و ما از این طریق بتونیم به هدف زندگی که همون خوبی و زیبایی هست در کنار بقیه جهانیان و در کنار اونها برسید. یکی از اهداف این پروژه ها در بخش موسیقی و حالا تخصصی تار و ستار این هست که بسیاری از کشورها و مناطقی که در عالم هستی وجود دارن از موسیقی ایرانی بیخبرند. در سفرهایی که کشورهای مختلف داشتم اکثرا دیدم که با موسیقی ایرانی آشنا نیستن و حتی شاید در موردش چیزی هم نشنیده باشن تا کنون، در صورتی که در همه این کشورهایی که من حضور داشتم حداقل موسیقی هندی رو به طور کامل میشناختند یا موسیقی چین رو بسیار شنیده بودن. اما کمکاری از ما هنرمندان و البته متولیان امر هنر در کشور ما هست که چه در دوره های گذشته و چه در دوره فعلی به موسیقی بها ندادند، یعنی
اینطور جا نیفتاده برای تک تک ما که دولت مردان ما از ماها میان بالا، برامون جا نیفتاده که موسیقی یک هنر بسیار متعالی است، یک هنری است که باید براش ارزش قائل بود، باید روش کار کرد، باید براش بودجه در نظر گرفت، باید براش فرهنگستان درست کرد، براش باید تبلیغات بسیار زیادی کرد تا این فرهنگ که یک بخش از ایران ماست بتونه نشم و نوا پیدا کنه و اینطور محجور نباشه در جهان. البته باید تلاش ها و خدمات ارزنده برخی از هنرمندانی که در این راه تلاش های بسیار زیادی کردن رو نادیده نگرفت و از اونها قدردانی کرد، ولی این مطمئنن کافی نیست و تک تک ما وظیفه داریم که در این راه بیشتر قدم برداریم. این ویدیوهای آموزشی به جز هدف که گفته شد آموزش موسیقی به خارجی ها و کسانی که اساساً ارتباطی با ایرانی ها ندارن و به طور رندوم در چرخی که در اینترنت میزنن ممکنه به این موسیقی علاقمند بشن و بخوان اون رو یاد بگیرن و چون استاد یا کسی رو در دسترس ندارن بتونن از این ویدیو استفاده کنن، که خوشبختانه در طول این 3 سالی که از آغاز به کار شبکه آموزشگاه موسیقی فریدونی در یوتیوب میگذره، یعنی از ژانویه 2013 تا کنون، حلوش 4-5 نفری به این موسیقی علاقمند شدن از خارجی ها و با من در ارتباط قرار گرفتن تا این ساز رو شروع کنن، تار و ستار رو یاد بگیرن و این جای خوشحالی زیاد داره. البته این تعداد شاید خیلی کم باشه ولی امیدواریم در آینده بتونیم افراد بیشتری رو علاقمند کنیم به موسیقی ایرانی. دوم، ایرانی های مقیم خارج از کشور هستن، کسانی که گهگاه قدیم با من تماس داشتن و از من میخواستن که براشون فیلم هایی رو از درس ها پر کنم یا به صورت تلفنی از من سوال میکردن و البته در دوران اخیر از طریق اسکایپ یا اوهو با من در ارتباط تصویری بودن تا موسیقی ایرانی رو آموزش ببینن. من در طول این دوره ها به این فکر بودم که باید شرایطی رو فراهم کرد که آسان‌تر این دوستان بتونن موسیقی ایرانی رو یاد بگیرن و بیشتر در دسترسشون باشه. همونطور که ما وقتی داخل شبکه یوتیوب در مورد یک مسئله سرچ میکنیم، حالا مسئله علمی یا کامپیوتری، میبینیم که ویدیوهای بسیار زیادی وجود داره و حتی در مورد موسیقی غربی وقتی سرچ میکنیم میبینیم چقدر ویدیو هست و وقتی در مورد موسیقی ایرانی سرچ میکنیم میبینیم چیزی نیست یا خیلی کمه. نیاز این وجود داره که ما اینها رو در شبکه جهانی قرار بدیم تا این دوستانی که حالا امکانات کمتری در خارج از کشور دارن یا دسترسیشون به استاد کمتره بتونند ادامه فراگیری رو در موسیقی ایرانی داشته باشند. سوم، شهرستان‌های ایران هست. شهرستان‌هایی که من بهشون سفر کردم و در اونجا دیدم علاقمندان بسیار زیادی وجود دارن که موسیقی ایرانی رو بسیار دوست دارن، بسیار گوش میدن و دنبال میکنن و حتی به صورت خودآموز شروع به یادگیری کردن. در اون شهرستان ها آموزشگاه موسیقی وجود نداره یا آموزشگاه موسیقی معتبری وجود نداره که بتونن یاد بگیرن یا اساتید خیلی کاملی وجود نداره، برابر این باید در اختیار اونها هم این امکانات قرار بگیره که بتونن موسیقی رو به راحتی دنبال کنن. و دیگه در مورد شهرهای کلان ایران یا شهرهای بزرگ هم ممکنه آموزشگاه خوب وجود داشته باشه ولی دسترسی دائمی به اونها نباشه یا اینکه بالاخره امکانات اونها محدود باشه و باز هنرجویان نتونن به آموزش خوب و علمی دست پیدا کنن. و البته در این ویدیوها هدف این بوده که چیزهایی که در کلاس‌های موسیقی ممکنه کمتر بهش توجه بشه
یا در آموزش کمتر بهش توجه بشه رو بهش توجه کنیم و یه مقدار ریشه‌ای تر به مبحث آموزش موسیقی بپردازیم. این نیازها در کنار عدم توجه رسانه‌های مختلف، چه رسانه‌های داخلی تلویزیون و رادیو ایران و چه رسانه‌های خارجی، یعنی شبکه‌های سراسری که ایرانی زبان هستند و در خارج از کشور وجود دارن، یا شبکه‌های ماهواره‌ای، توجه بسیار اندکی به موسیقی ایرانی و مقوله موسیقی میکنن و این توجه بسیار پایین هست و ما نیاز به این داریم که حالا که این رسانه‌ها بهش توجه نمیکنن، بخش خصوصی تر و بخش فرهنگی تر بیاد و به این مسئله بهتر بپردازه. البته باید توجه بسیار اساسی به این نکته داشت که حضور استاد در آموزش بسیار مهم است. یعنی دوستانی که حالا این ویدیوها رو میگیرن استفاده میکنن، باید توجه کنن که حتما زیر نظر یک استاد به این ویدیوها توجه کنن. بدون استاد واقعا ممکنه ما به بیراهه بریم. و حالا ممکنه برخی از دوستانی که در خارج از کشور باشن باز برایشون این سوال پیش بیاد که ما بدون دسترسی به استاد چیکار باید بکنیم. ما در آموزشگاه موسیقی فریدونی شبکه آموزش از راه دور یا شبکه آموزش با اسکایپ رو راه اندازی کردیم که از این طریق دوستان میتونن مراجعه داشته باشن. همچنین در برخی از آموزشگاه ها شنیدم که این پروسه راه اندازی شده و جای خوشحالی بسیار زیادی داره. از طریق وبسایت این آموزشگاه ها دوستان میتونن مراجعه کنن و ثبت نام داشته باشن و از طریق اسکایپ آموزش ببینند و در کنار این آموزش زیر نظر استاد بتونن از ویدیوها استفاده کنن. همکنون که این کتاب به پایان رسید، دوستان توجه داشته باشن که تمرینات مستمر روزانه براشون بسیار مفید خواهد بود. پیشنهاد من برای کسانی که تخصصی موسیقی رو میخوان دنبال کنن، تمرین حد اقلی 8 ساعت در روز هست و کسانی که در کنار کار اصلی خودشون میخوان به موسیقی بپردازن، این تمرین طبیعتاً با توجه به گرفتاری های روزانه نمیتونه به 8 ساعت برسه، ولی پیشنهاد من اینه که از 1 ساعت کمتر نباشه در طول روز و اینکه آگاهانه تمرین کنیم، یعنی با فکر تمرین کنیم، فقط نشینیم قطعه رو پشت سر هم بزنیم. به قطعه، به زیرساخت ها، به تکنیک، به دست و به تمام عضلات باید فکر کنیم و با دقت موسیقی رو کار کنیم. گوش دادن برابر با تمرینه و حتی من در کلاس ها عنوان میکنم که گوش دادن به موسیقی خوب و موسیقی درست و با دقت گوش دادن به ازای هر 1 ساعت برابر با 10 ساعت تمرین روزانه در ساز میتونه باشه و به گوش دادن بسیار باید اهمیت داد. موسیقی مسئله مهمش همون گوشه و چیزی که در ذهن ما و مغز ما درک میشه و فقط به صرف نوت نباید توجه کرد. همچنین به دوره کردن دروس بپردازید. درس ها رو دائما دوره بکنید. یک برنامه داشته باشید که قطعات قدیمی تر رو دائما دوره بکنید، چون همین پیگیری های دوره ای هست که موسیقی رو در ذهن ما مینشونه و ما میتونیم بعدها در بداهه نوازی ها یا آهنگسازی هامون از این ایده ها استفاده کنیم. دوستانی که گهگاه با من تماس میگیرن یا در نظرات میبینن ویدیوی خاصی رو سفارش میدن یا تمایل دارن که قطعه خاصی رو ضبط کنیم و براشون ارسال کنیم، باید توجه داشته باشن که تمام اینها در برنامه ما هست. یعنی برنامه من این خواهد بود که کلیه قطعات موسیقی ایرانی که هستن تا اونجا که توانشون دارم البته و کتاب های آموزشی که در رابطه با تار و سه‌تار و موسیقی ایرانی وجود دارن به ترتیب اهمیت ها البته به مرور ضبط بشن تا جایی که البته من عمر داشته باشم و بتونم این کار رو ادامه بدم البته. اما طبیعتا من به یک نظمی معتقدم، باید با نظم کار رو پیش برد و اگر بخوایم در راهی که وجود داره این ضبط ها رو انجام بدیم و اون درخواست ها رو عملی کنیم، ممکنه نظم کار ما
بسیار کاهش پیدا کنه. بنابراین از این دوستان عذرخواهی میکنم. این دوستان میتونن از طریق کلاس‌های آموزشی این قطعات رو زودتر یاد بگیرن. ولی در ویدیوها اجازه بدید که یک نظمی باشه، هرچند این نظرات رو برای ما ارسال بکنید تا ما اگر قطعه‌ای رو فراموش کردیم یا چیزی در برنامه ما نبوده که شما در نظر دارید، بتونیم اونها رو در برنامه خودمون وارد کنیم. پروژه‌های آینده ما کوک‌های مختلف در تاروستان هست که مسئله خیلی مهمی برای دوستان بوده و من قصد دارم که تمامی کوک‌ها که رایج هستند و وجود دارن و البته برخی از اونها توسط بنده ابداع شده، اونها رو معرفی کنن و در دستگاه‌های مختلف اونها رو نشون بدن و یک مجموعه کاملی از مسئله کوک ما داشته باشیم. بعد از اون به تئوری موسیقی بین‌المللی و جهانی می‌پردازیم. می‌خوایم که کمی با تئوری موسیقی و مسائل علمی موسیقی آشنا بشیم و بعد از اون به تئوری موسیقی ایرانی خواهیم پرداخت، به شناخت ردیف و شناخت گوشه‌ها می‌پردازیم. پروسه‌ای رو با عنوان انواع تحریر خواهیم داشت که یک پروژه بزرگ خواهد بود و در اون انواع تحریرها مطرح خواهد شد و اجرا خواهد شد. یک پروژه به عنوان انواع مضراب بندی ها یا الگوهای مضرابی در تار و سه‌تار خواهیم داشت و همچنین انواع فرم های موسیقی در زیر مجموعه موسیقی ایرانی رو بررسی خواهیم کرد و شاخه بندی خواهیم کرد و اونها رو برای مطالعه شما در اختیار خواهیم قرار داد. نکته‌ای که وجود داره این هست که ما شدیداً به حمایت شما نیاز داریم، چه حمایت فکری که مسئله بسیار مهمیه. نه تنها هنرجویان بلکه اساتید و هنرآموزان میتونن این کمک رو به ما داشته باشن، از لحاظ فکری با ما در ارتباط باشن، به ما ایده بدن، به ما انتقاد کنن، پیشنهاد بدن و کاری کنن که ما در این پروژه‌ای که اون رو ملی یا بین‌المللی میدونیم بتونیم بهتر ایفای نقش داشته باشیم. دومین مسئله حمایت مادی هست. دوستانی که تمایل دارن این حمایت مادی رو انجام بدن میتونن از بخش حمایت های مالی در شبکه یوتیوب ما، در قسمت اصلی شبکه آموزشگاه موسیقی فریدونی بخشی هست که با دکمه آبی رنگی به عنوان حمایت مالی مشخص شده، در اون میتونن به صورت آنلاین واریز حمایت های خودشون رو داشته باشن و دیگران میتونن با سفارش دیویدی ها از ما حمایت کنن که اون دیویدی ها رو براشون در سراسر دنیا میتونیم ارسال کنیم. و این رو خواستم یادآور بشم که تیم ما برای انجام این ویدیوها و تهیه هر ویدیو در اصل 5 ساعت وقت مفید و کار مفید انجام میده. ما به خاطر گرفتاری‌های روزانه‌ای که داریم از ساعت 5 صبح ضبط‌ها رو شروع می‌کنیم و معمولاً تا 10 صبح این کار ادامه داره. سعی می‌کنیم با بالاترین کیفیت ممکن این کار انجام بشه. مطالعاتی که در این مسئله وقت میبره، تمرینات روزانه که خود شخص بنده باید برای ضبط قطعات داشته باشم، خود ضبط و پروسه ضبط، ادیت، ویرایش، صداگذاری و افکت گذاری، اینها وقتهای زیادی رو میبره. ضمن اینکه هر ویدیو به طور متوسط حدود 700 مگ تا 1 گیگ حجم داره و آپلود کردن اینها و ارسال اونها برای آمریکا تا دوستان ما در آمریکا بتونن اونها رو در یوتیوب ما قرار بدن، با توجه به محدودیتی که برای یوتیوب در ایران هست زمان زیادی میبره و همچنین به پهنای باند زیادی نیاز داره. از اون طرف شبکه آپارات ما که امسال راه اندازی شده دوباره نیاز به آپلود داره و در اصل در اون هم زمانی مصرف میشه برای انجام کارها. طبیعتاً این پروسه، ضمن اینکه
وقت بر هست، هزینه بر هم هست و ما برای این پروژه بسیار به حمایت شما نیاز داریم. در پایان میخوام که نخستین هماورد اینترنتی هنرجویان تار و ستار رو کمی معرفی کنم. البته در ویدیوی مجزایی در مورد اون بیشتر توضیح خواهیم داد. اسمش رو هماورد گذاشتیم و جشنواره یا فستیوال نگذاشتیم یا مسابقه، به دلیل اینکه نمیخوایم حکم یک مسابقه داشته باشه. خود من شخصا به مسابقه در هنر اعتقادی ندارم، چرا که هدف هنر مسابقه یا جلو زدن نیست. این هماورد میتونه هم آوردن فکرها و نظرات و حضور باشه بیشتر. هنرجویانی که تار و ستار کار میکنن و کتاب آموزش ستار استاد ذوالفنون رو جلد یکش رو کار کردن، چه از طریق ویدیوهای ما و چه از طریق اساتید مختلف در ایران و خارج از ایران، میتونن در این هماورد شرکت کنن، ویدیوهای خودشون رو در هر درس به طور جداگانه با نامگذاری کامل خودشون برای ما و قطعه برای ما ارسال کنن از طریق ایمیل info@gmail.com یا تلگرام ما مثبت 98 912 310 8740. البته تا جایی که ممکنه سعی کنن این ویدیوها با کیفیت بهتری باشه، دست به طور کامل مشخص باشه، هم دست چپ هم دست راست و خودشون هم در ویدیو تصویرشون مشخص باشه، با کیفیت بالا اونها رو ضبط کنن و برای ما ارسال کنن. ما این ویدیوها رو بعد از بازبینی در شبکه خودمون در بخش تحت عنوان نخستین هماورد اینترنتی هنرجویان تار و ستار یادواره استاد جلال ذوالفنون قرار خواهیم داد و تا 12 اسفند سال آینده این یادواره ادامه خواهد داشت. دوستانی که این ویدیوها رو میفرستن ممکنه ما ازشون درخواست کنیم ویدیوهای دیگه ای رو بفرستن. پایان این مجموعه با بررسی ویدیوهای هر فرد گواهی نامه ای از طرف آموزشگاه موسیقی فریدونی با سنجش المان هایی که معرفی خواهم کرد به اونها تعلق میگیره، ضمن اینکه به کوشاترین فرد و شاید بشه گفت موفق ترین فرد در زمینه آموزش این کتاب به رسم یاد بود لوح تقدیر و همچنین یک ربع سکه هدیه خواهیم داد. مواردی که اونها رو سنجش خواهیم کرد: رعایت دقیق ریتم 15 نمره، سونوریته یا صدادهی مطلوب از ساز 15 نمره، دقت اجرا 15 نمره، نوانس یا رعایت حالت در موسیقی 15 نمره، اکول نحوه نشستن و گرفتن ساز 15 نمره و میزان لایک ها یا پسند هایی که در شبکه آپارات و یوتیوب از فیلم این دوستان شده 25 نمره خواهد داشت. همچنین کسانی که علاقه ندارن ویدیوی اونها در یوتیوب قرار بگیره و فقط دوست دارن که سنجش ما رو از کار خودشون ببینن و موفق به دریافت اون گواهی نامه بشن، میتونن در ایمیلشون ذکر کنن که تمایل به انتشار این ویدیو ندارن. امیدواریم که در کارتون موفق باشید. به فرهنگ ایرانی و موسیقی ایرانی توجه بیشتری بکنید و امیدواریم که ما این راه رو بتونیم ادامه بدیم. پیشاپیش سال نو ایرانی رو به همه دوستان تبریک میگم. امیدوارم که سالی پر از بهروزی و کامیابی پیش روی شما باشه.